درود بر شما ایران دوستان عزیز، حالتون خوب باشه. امیدوارم. میبینم که در فضای مجازی تو کانال ها ایرانی ها زیاد این قضیه این آقایی که به عنوان ریاضیدان برتر انتخاب شده دارن بزرگ میکنن، افتخاری دیگر برای ایرانی. بابا این طرف اصلا خودش ایرانی نمیدونه، اینقدر از نام ایران متنفر هست و متنفر بود. اسم ایرانیش که اسم بسیار زیبایی بود به نام فریدون درخشانی، عوض کرد بیرکار کوچار. بعد از ایران متنفره، طرف تجزیه طلبه، تفکرات تجزیه طلبی داره، بعد شما افتخار میکنید که بهش افتخاری برای ایران. این بارزانی توی کردستان عراق همه جا عکس خودش رو با این کنار هم زده، البته اونو مصادره کردن کارشونه. و در واقع اونو مثلا داره افتخار میکنه طرف که اصلا ایرانی نیست، از نام ایران متنفره، از ایران با نفرت فرار کرده. بعد شما تو کانال ها می‌نویسید افتخاری دیگر برای ایران. چه افتخاری بابا؟ این طرف اگه خدا تبدیل به خدا بشه، بالاتر از خدا نیست که، صاحب همه چیز در دنیا هم بشه، آدمی که مهر ایران نداشته باشه واسه ما مفت ارزش نداره، هیچ ارزش نداره. ما کسی این کسا رو نه دوست داریم، نه دوست داریم که اصلا افتخار کنیم به چنین کسایی که از ایران متنفر باشن و نام ایران متنفر. ما ایرانی ها عقده و کمبود زیاد داریم، ملتی که دنبال دیده شدن هست میچسبه به هر چیزی علیکی گنده میکنه. البته ما دانشمند زیاد نداریم، فکر نمیکنم کل دانشمندامون رو بشماریم از تاریخ و که ثبت شده تا حالا و کنونی شد 20 تا نباشه، ولی ژاپن شد بگم ده ها هزار دانشمند برجسته داره. آلمان، یعنی ما اگه جای آلمانیا بودیم چی بودیم؟ آلمانیا با این همه چند هزار دانشمند چنین عقده هایی نداره این ملت و اصلا دنبال دیده شدن و فخ فروشی و اینجور چیزا نیست. دانشمندایی که آلمان تو 500 سال اخیر بیرون داده وحشتناکه. حالا ما ایرانی ها چون که نداریم، کمبود زیاد داریم، اینا بزرگ چیزای بزرگی به ذهن ما میاد، اصولا کشورهای استعمار زده اینطوری هستیم، این چیزا رو بزرگ میکنیم. پروفسور حسابی رو بزرگ کردیم، بنده خدا این مقاله هم نداشت، مثلا چیز در حد دانشمند حساب نمیشد. به اینجور موارد زیاده ما ایرانی ها. و اخیرا هم دیدم بچه افغانستان هم همین کار میکنن، البته حق دارم بنده خدا، مثلا یکی دو تا مدال میگیرن فلان میگیرن، خیلی ذوق میکنم. این انقدر مثلا یک کشوری مثل آلمان، یک کشور پیشرفته، انقدر مدال و اینا میگیرن، اصلا واقعا واسه اهمیت نداره این چیزا که بخوام به یه واسطه مدال و دانشمند و جایزه و اینجور چیزا فخ فروشی کنن. البته فوتبال یه قضیه جدایی داره، فوتبال استثناست تو آلمان یا کشورهای دیگه، اما این موارد مواردی نیست که بخوان از اون ابزار برای دیده شدن تو دنیا استفاده بکنن. این آقا بنده خدا، خب اگر این ایرانی در نظر نگیریم که خوشم ایرانی نمیدونه، دیدم که خیلی از این پانکوردا کامنت گذاشتن ما آریایی نیستیم، ما ایرانی نیستیم. خب آدمایی که جذب این پانها میشن، چه پانکورد باشه، چه پان ترک باشه، حتی چه پان ایرانی باشه، آدمای سالم، عقل درست درمون دارن، انسانایی که دانش دارن، با سوادن و عقده نداره، هیچ وقت جذب این گروه های ناسیونالیستی پان فلان و پان عرب و پان کورت و پان پلوج این چیزا نمیشن. آدمی که سالمن، دانش دارن، تنشون سرشون به تنشون میارزه، اینجور چیزا نیستن. خب اینقدر بی سواد طرف نمیدونه که اصلا ماد هم یک سیک از قومای مهم آریایی بوده، بگه ما آریایی نیستیم یا ایرانی نیستیم، بی سوادیه دیگه. حالا جالبه این پانا که اکثرا مال شبهه صهیونیسته، با این پان کردیس خودش یک از شعبای پان ترکیسمه. اینه شما شاید اولین بار از من میشنوید، پان ترکیس پان کردیسم هدایت میکنه از نظر واژگانی، از نظر خیلی چیزا، با یقین به شما میگم ها. حتی پان عربا رو هم هدایت میکنم پان ترکا، چون اولین شعبه مهم از صهیونیسم پان ترکیس بود که منشعب شده بود. تمام این پانا رو هدایت میکنم، واسهشون واژه سازی میکنم. الان داره رو لورا کار میکنن، رو تالیشیا کار میکنن، گیلانیا، مازندرانیا، همش رو یه آدمی توش پیدا میکنن، یه واژگانه به اینا یاد میدن که اینجور بگن نفرت از ایران، هدف اصلیشون ایران ها، از ایران خیلی متنفره. این پانهای مختلف همش فقط ایران رو بزنن، اینقدر از نام مقدس و مبارک ایران، نام طیبه ایران که یکی از اهل بیت ششم هست در واقع، من همیشه یاد میکنم نام ایران، ایران آرمانه، یک کشور که نیست که. اهل بیت پنج تن اهل بیت ششمیش ایرانه، شکی نکنید. خود پیغمبرم گفت، این میگفت سلمان منو آل بیت، منظورش ایران بود. ایران انقدر برای ما مقدسه، آرمان، ایمان، عشق واسه ما.
یکی بیاد توهین بکنه به ایران مثل این، بنده خدا نام ایرانیش عوض کنه و از ایران اومده. پیر رفیق داشتیم ما، به محض اینکه یک سالها در آرزوی این بود که بیاد خارج پرنده بشه، اومده بود یکی از این کشور اروپایی، وقتی پرنده شده بود اصلا دیگه خدا رو بنده نبود، میگفت من میگفت ای کاش در اون کشور پلید، منظورش ایران بود، تو اون کشور هیچ وقت به دنیا نمی آمدم. اکثرشون میاد اینجا گوه تاوالت تمیز میکنن، اون عزت آبروی که تو ایران دارن ول میکنن، میاد اینجا میان تو رستوران ها گوه تاوالت اینا رو تمیز میکنن و هزار جور بی احترامی رو میبینن، بعد اینجور باز به ایران بی احترامی میکنن. و بیشترین ضربه رو به ایران هم این پناهنده ها زدن، اکثرشون من دیدم دیگه، اینا برای اینکه بتونن پناهندگی بگیرن مجبورن که پشت سر ایران سیانمایی کنن، بد کنن، و بیشترین سیانمایی رو بخش وسیعش رو پناهنده ها انجام دادن، ایجاد نفرت از ایران، ضد کشور خودشون عمل کردن. این بنده خدا مال دانشمند شده، دانشمند برتر شده، اینا یه پناهنده بود دیگه، یه فرار کرد، قاچاقی رفته بود. کسی که مهر ایران نداره مفت برام نمیارزه، دوزاری واسه ما ارزش نداره. طرف اگه ابراز به ایران مهری که داشت اون موقع برای ما احترامی داشت به واسطه ایران. اون مریم میرزا خانی هم اون آمریکایی بود، ایرانی نبود، اون یک بارم نام ایران نیورد، یه بارم به ایران افتخار نکرد، یه بارم بعد از اون جایزه به ایران نیومد. نمیدونم ما ملت برای چی به کسایی که به ایران مهری ندارن واسه ما مهم هستن. نباید مهم باشه، اینقدر خودتون رو کوچیک نکنید، به ایرانتون بنازید، به مهر ایران بنازید. اینکه مهر به ایران داری شما از این ریاضیدان بهتر است. بدرود.